به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و تقدیم میکنم خدمت یک و یک شما ایزانی که همین لحظه از طریق پرده های تلویزیونتان ما را تماشا میکنین. امیدوار هستم همین شما نازنین و خوب و صحتمند باشین. دوستان عزیز، قسمی که میدونین ما روز دوشنبه و سه‌شنبه در برنامه معرفی کردیم که قرار است روز چهارشنبه به شما یک آیتم جدید بسازیم در مورد معرفی ولایات افغانستان، معرفی ولایات کشور خودمان. امروز هم قرار است که یکی از ولایت های زیبا و همچنان سرسبز کشور ما رو به شما ایزان معرفی کنیم. خوب است که با این آیتم همه ما یک جا سفر کنیم به این ولایت، ببینیم که این ولایت ما چگونه هست، همچنانی که چه رسم و رواج هایی دارن، کدام ورزش ها بیشتر در اوجه مروج هست و همچنانی که به چه زبان های اونا تکلم میکنن و زراعتشون چگونه هست که ما بیشتر در این باره به شما ایزان خواهیم گفت. دوستای عزیز، شاید شما با دیدن این تصویر هم فهمیده باشین که امروز قرار است ما در مورد کدام ولایت بدانیم و با هم در کدام ولایت سفر کنیم. قسمی که شما میبینین در مانیتور کامپیوتر هم نقشه ولایت افغانستان است که 34 ولایت هست، اما امروز قرار است ما در مورد ولایت اروزگان بدانیم که این ولایت چگونه هست، آب و هواش چگونه هست، صنعتش چگونه هست، زراعتش چگونه هست و همچنانی که کدام ورزش ها بیشتر در اینجا مروج هست و ای که معارفش چگونه هست. خب بیشتر اگر مرا تا آخر ای آیتم همراهی کنیم بیشتر میتونیم بدانیم در این مورد که ولایت اروزگان چگونه یک ولایت است. خب در آغاز بیم در مورد نام ولایت اروزگان بدانیم. اروزگان بر علاوه ازی که به نام اروزگان یاد میشه، به نام روزگان هم یاد میشه و یا همی که از قدیم همی روزگان مسمی شده و از جمله 34 ولایت افغانستان است که در از جمله ولایت مرکزی افغانستان نیز محسوب میشه. دوستان عزیز، باید همین ما بدانیم که ولایت اروزگان در کجا موقع داره. ولایت اروزگان بین ولایت کندهار، غزنی، دایکندی، زابل و هلمند موقع داره که یکی از ولایت مرکزی کشور ما می باشه. اما شماره از مردم ما میگه که این که ولایت ما از جمله ولایت جنوب هم میتونه باشه. ولایت اروزگان در جنوب با ولایت زابل و کندهار، در جنوب غرب با هلمند، در شمال با دایکندی و در شرق با ولایت غزنی همسرحد می باشد. شهر ترینکوت مرکز این ولایت است و ولایت اروزگان بیشتر از 12.5 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و یک ولایت نسبتاً پسمانده یا عقب مانده کشور ما محسوب می شود. 72% ساحات این ولایت کوههای بسیار بزرگ و همچنان خیلی کوچک تشکیل می ده و 21% دیگر از او زمین هموار می باشد. و نفوس این ولایت بر اساس سرشماری های سال 2011 میلادی 328 هزار تن تخمین شده. برخی بیشتر باشندگان این ولایت قوم محترم پشتون ها هستند و یک تعداد قوم محترم هزاره نیز در این ولایت سکونت دارند. قبیله های مهم قوم پشتون ها در این ولایت عبارت از پوپلزی، اتکزی، نوروزی، بارکزی، الکوزی و دورانی می باشد. اما یک تعداد از اقوام کوچی ها نیز در این ولایت سکونت دارند.
دوستای عزیز، در این سفری که ما به ولایت اروزگان شروع کردیم، در مورد نام، موقعیت، مساحت و قبیله هایی که در این ولایت زندگی میکنه کم فهمیدیم، اما تو نیست؟ پس حال خوب است که در مورد معارف، زراعت، کلتور، صنعت، آببندها و ورزش این ولایت هم کم بدانیم. خوب است در آغاز این سفر ما در مورد معارفش بدانیم. میفهمین سطح سواد در این ولایت خیلی پایین است. بیشتر نمیتونیم بگویم خیلی کم از کودک ها و نوجوان های این ولایت هست که به مکتب میرن، اما در بخش صحی هم سهولت های نسبت به دیگر ولایت در این ولایت ما کمتر است. با وجود این همه اخیرا کارهای خیلی خوب هم در این ولایت صورت گرفته، مثلا این که یک پوهنزه تعلیم و تربیه، یک باب دارالمعلمین، دو دارالعلوم، 48 لیسه، 40 مکتب متوسطه، 158 مکتب ابتدایه و 53 مرکز سواد آموزی هم فعالیت دارند. این سفر ما چقدر جذاب و دیدنی و جالب شده بر ما. در مورد معارف ولایت اروزگان فهمیدیم، اما خوب است که در مورد زراعتش هم بفهمیم. 98% باشندگان ولایت اروزگان مصروف زراعت می باشند. میبینیم که زراعت خیلی خوب است برمانی. چی میشه؟ اولشی که باعث از این میشه که ما خوب نانای فوق‌العاده بخوریم. اما محصولات مهم زراعتی که در این ولایت زرعه میشه عبارت از چی هست؟ گندم، جواری، ماش، زیره و برنج میباشد. اما میوه خشک هم هست، مثل بادام، چارمغز، کشته، کشمش، توت و سنجد از محصولات باغ‌های ولایت هستند. خب زراعتش که خیلی خوب است، بیایم در مورد کلتورش بدانیم. علاوه بر این که ولایت اروزگان خیلی کلتورهای مختلف داره و همچنانی که خیلی چی بگویم تراژدی بگویم و یا همی که خیلی مثلا بزرگانه هست، اما باز هم مثل سابق همی کلتورش و رسم و رواجش ادامه داره. اکثریت مشکلات و همچنانی که نابسامینی های این ولایت توسط جرگه هایشان حل میشه و باشندگانش میفهمین چی رقم لباس ها میپوشه. لباس هایشان دراز میپوشه، لنگی های سیاه میپوشن، ریش دراز میمانن و همچنان لباس هایشان خیلی مختص به خودشان است. یعنی وقتی که ما میبینیم میتونیم بشناسیم که همی باشندی ولایت اروزگان است. و همچنان یک انعنی که از سابق تا فعلا مانده همی است که خورترک ها، کودک ها میرن دستای بزرگ سال ها رو مات میکنن، اما در مقابلشان هیچ وقت کف یا چکچک نمیزنن. اخیرا فرهنگ مطالعه کردن و نوشته کردن کتاب های مختلف هم در این ولایت رواد شده و همه ساله مشایره ها در این ولایت صورت میگیره و همچنانی که نهادهای فرهنگی هم در این ولایت آغاز به فعالیت کرده. خب دوستان عزیز، در این سفر ولایتی ما در ولایت اروزگان امروز خیلی چیزا رو در مورد ولایت اروزگان فهمیدیم، اما این کافی نیست، باید یک کم دیگه هم به معلومات ما اضافه کنیم. بریم در مورد صنعت این ولایت بفهمیم. صنایع دستی اروزگانی ها تا حد بیشتر برای فروش به ولایت دیگه فرستاده میشه. هرچند فابریکای صنعتی در این ولایت وجود نداره، اما صنایع دستی زنان این ولایت عبارت از خامک دوزی، قالین دوزی و گلیم دوزی میباشه. آببندها هم در این ولایت وجود داره. آببندهای کوچک آب خیلی میتونیم بگویم هست در این ولایت که عبارت از بند آقا جان، بند منیقار و بند ملیزوست که تنها به خاطر آبیاری زمین های زراعتی مورد استفاده قرار میگیره. خب یک حرف دیگه هم در مورد ورزش برای ورزش دوستا باید بگویم. در این ولایت ورزش های انعنوی سابق چون خوسه، دوره، تنده و بجلی و همچنان والیبال، بسکتبال، فوتبال و ورزش های رزمی چون تکواندو، کاراته و جودو هم مروج است. اما اخیراً بازی کرکت هم در این ولایت بسیار مروج شده و یک تیم برجسته ولایتی کرکت هم ساخته شده. و دوستان عزیز، این
معلومات خیلی مختصر در مورد ولایت اروزگان ما بود که همین ما با هم یک تو در مورد ولایت اروزگان فهمیدیم و همچنان با ولایت اروزگان آشنا شدیم و این سفری که رفتیم تا ولایت اروزگان و دوباره برگشتیم خیلی جذاب و برای همین ما دیدنی بود و همچنانی که دوستان عزیز خدا کنه که از این آیتم خوشتان آمده باشه، البته شما نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان با ما از طریق فیسبوک برنامه شریک بسازین در مورد آیتم معرفی ولایت ما. تو معرفی ولایت بعدی، خدا نگهدار.